در هر خونه ذکر و استغفار باشه، در هر خونه وقت تلاوت قرآن مشخص باشه. چه زیباست که در هر خونه یک گوشه بنای مسجد و نمازخانه باشه و هر وقت با اعمال این آباد باشه. هر شیرزن این نیت رو در قلب داشته باشه که ما همه انسانها رو پیام نجات میرسونیم. ما ضعیف و ناتوان، اما الله ما قوی و قادر و مقتدره. ما نجات همه بشریت رو میخواهیم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل أمة سيد المرسلين رو براي جانشيني كار نبوت انتخاب نموده و پیام نجات به اینها داده و برای نجات انسانها در این جهان فرستاده است. تمامی احاد این امت، مرد و زن این امت رو یکسان الله عز و جل برای کار نبوت انتخاب نمودن و هدف زندگی مرد و زن این امت رو دعوت الی الله قرار دادن. و آن سرمایه‌ای که با آن انسانیت را از گمراهی به هدایت، از کفر به ایمان و از شرک به توحید، از نافرمانی به فرمانبرداری و عزت سربلندی اطاعت رب ذوالجلال آوردن، در اختیار مرد و زن این امت به طور یکسان قرار دادن. قرآن مجید و علوم نبوت همان گونه که امروز شاهدیم که در تمام نقاط دنیا، همان گونه که شیر مردان این امت علم را حاصل می کنند، شیر زنان این امت هم همان علوم را حاصل می کنند. از صدر اسلام گرفته تا امروز می بینیم که زنان این امت و شیر زنان این امت برای تقدیم کردن پیام نجات به جهانیان از شیر مردان قدمهاشون رو جلوتر نهادند. اگر ما در صدر اسلام بنگریم، اولین شهید اسلام، اولین کسی که جانش رو برای این هدف تقدیم میکنه که بشریت از دوزخ و جهنم نجات حاصل بکنه و انسانها الله رو بشناسند، اولین شهید شیر زن این امت قبل از شیر مردان این سعادت رو نصیب خودش میکنه، سمیه رضی الله عنها. تمام شهدایی که از صدر اسلام گرفته تا به امروز جام شهادت نوشیده اند، در احد و بدر و موته و حنین و بعد از آن حتی در کربلا و آن شهدایی که در محراب مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم جام شهادت نوشیدند، همه شهدا شهادتشون مبارک باد. اما تمامی این شهدا ثواب شهادتشون در نامه اعمال مادر سمیه رضی الله عنها ثبت شده و از امروز به بعد هم کسانی که جامعه رنگین و زرین خوشنمای شهادت بتن می کنند در این سرزمین افغان زمین و آن مجاهد پرور زمینی که افتخار می کنه جهان امه و امت اسلام به آن، یا در هر نقطه دنیا تا قیامت هر کسی این جام بسیار خوش طعم و لذیذ شراب شهادت می نوشه، ثوابشون مبارک باد. اما ثواب همه این شهادت ها بدون از این که از ثواب اینها کمی بیاد در نامه اعمال مادر سمیه رضی الله عنها نوشته می شوند. این بزرگترین افتخاری است برای شیر زنان این امت. اگر موقع تقدیم کردن مال
تا انسانیت الله بشناسه، تا انسانها از ذلت مال پرستی به عزت الله پرستی بیان، تا انسانها از ذلت پست مقام پرستی به شرف و عزت الله پرستی بیان، تا انسانها از ذلت پول پرستی و مادی پرستی به شرف و کرامت الله پرستی بیان، تا انسانها از ذلت خواهش و نفس پرستی به شرف و عزت الله پرستی بیان. به این خاطر اولین کسی که مالش رو تقدیم کرد و در واقع اولین کسی که الله مالش رو پذیرفت، همان گونه که جان سمیه رو پذیرفت، مال خدیجه رضی الله عنها را قبل از مال مردهای این امت پذیرفت، تا شیر زنان این امت بعد از 14 قرن اگر در ولایت نیمروز این احساس نکنند که برای این هدف که انسانیت الله شناس باشند، برای این هدف که در قلب انسانها الله بشینه، برای این هدف که همه عظمت و کبریایی الله رو بدونن، هر قلبی مملو از محبت الله باشه، هر دلی سرشار از محبت الله باشه، هر دل با در هر ضربان قلبش بگه الله الله، اللهم اجعل فی عینی نورا. و با این نور علمی که در ام المؤمنین، دانش سرای ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها حاصل میکنه، این شیر زن و این دختر من احساس نکنه که مثل مردها نمیتونه قدم برداره، که تمام دنیا رو پیام بده که در هر نگاهش الله الله، در هر شنواییش الله الله. اللهم اجعل فی سمعی نورا، هر ندایی که به قلبش میرسه ایمانش اضافه بشه، و اون فریاد زیبای الله الله در هر تفکرش الله الله، در تاریکی های شب الله الله، در روشنایی روز الله الله، در خلوتها الله الله، در جلوتها الله الله، در تنهاییها الله الله، در جمع الله الله، در خوشحالیها الله الله، در غم و اندوه الله الله، در صحت و تندرستی الله الله، در بیماریها الله الله، نغمه و ندای قلب او باشه، بزرگترین عظمت در قلبش عظمت الله، کبریایی الله، جلال الله، بزرگی الله، محبت الله. والذین آمنوا اشد حبا لله، تا این دختر من که امروز در جامعه ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها داره علوم و نبوت رو در سینهش جای میده، یا اون مادری که این افتخار رو داره که فرزندش رو چنان تربیت کرده که این دخترش رو رب العالمین لائق میدونه که در سینه این دختر من کلامم رو جای بدم، رب العالمین این دخترش رو میپسنده، برای اینکه علوم و نبوت رو در سینهش به عنوان امانت بذاره، این مادر بدونه که هدف من رساندن پیام لا اله الا الله به جهانیان است و من میخوام دنیا رو متحول کنم، از صدر اسلام اولین جانی که رب العالمین میپذیرن از شیر زنان این امت، اولین مالی که میپذیرن از شیر زنان این امت اون مال خدیجه رضی الله عنها است. تمام داراییش رو تقدیم میکنه، نه تنها مال و جان بلکه حمایت روحی که به پیامبر میرسه، والله لن یضیعک الله ابدا، این جمله زیبای مادرمون خدیجه که در منزل به پیامبر تقویت میکنه، لحظه‌ای که پیامبر وارد میشن غمگین و اندوهمند میپرسن مادر چرا؟ میگه ربم دستور داده فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. بعد از نبوت تا یک مدتی نبوت و دعوت پنهان بود، به امر اومد که اینوش آشکار کن، چه کسی دعوت من میپذیره؟ اینا همه مخالف من هستن. مادر میگه انت اول من تدعو و انا اول من استجیب، دعوت بده، اولین کسی که دعوت تو میپذیره
خود من هستم. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بر امت اسلام احسان بزرگی نموده اند و ام المؤمنین آنچنان در قلب پیامبر جای داشتند که بعد از سالها هنگامی که در بدر هنگام شادی بود که یوم الفرقان لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلا، چه شادی و خوشی بود که قرآن میگه و یوم اذی یفرح المؤمنون، آن روز خوشی مسلمان ها بود که کفر در چاهای بدر سران کفر دفن شده بودن، در این لحظات که فدیه میگرفتن از اسیرها، در این لحظات خوشی یک بار صحابه متوجه شدند که اشکای پیامبر، قطرات اشک زیبای پیامبر میچکند. چه خبر شده یا رسول الله؟ اون گردن بندی که خدیجه رضی الله عنها به عنوان یادگار به دخترش زینب دادی بود، زینب رضی الله عنها برای فدیه همسرش اون گردن بند رو فرستاده بود. پیامبر با دیدن اون اشکهاش نتونست کنترل بکنه. شیر زنان این امت همیشه وقت بزرگترین شهکار رو نشون داده اند. در هر زمان روزی میبینیم که یک مادری داره به سوی رب فریاد میکنه، ربا این فرزند یتیم من از چشمم محروم شده، این فرزند منو بینایی هم عطا بفرما و قلبش رو چنان نوری عطا کن که قلبهای جهانیان رو روشنا بکنه. این عشق و دعای مادر نه تنها چشمان اون فرزند یتیمش رو برمیگردونه، تاریخ گواهه که امروز بعد از گذشت قرنها هم جاهای مختلف دنیا نشسته ایم که جلسه ختم بخاری است، امین طفل یتیم رو عشق همین مادر به امام بخاری تبدیل میکنه و چنان قلب روشنایی میده که تا امروز به جهانیان روشنایی تقدیم میکنه. در مسجد نبوی برو، در مسجد الحرام برو، در تمام نقاط دنیا برو، قال بخاری و رواه بخاری، چه زیبا اون قطرات اشک مادر مورد پسند الله قرار گرفتن. شخصیتی داریم در تاریخ اسلام که داره فریاد میکنه، ربا این فرزند من یتیمه، من اینو میخوام تربیت بکنم. گاهی نزد این مدرسه میره، نزد آن علما میره که من میخوام فرزندم نه تنها علم حاصل بکنه و چنان تزکیه بشه و چنان آراسته بشه با صفات قبولیت تا برای جهانیان خدمتی بکنه و برای اسلام خدمتگاری باشه. بهش آدرس میدن که مادر فلان جا یک عالمی هست، کم طلب قبول میکنه، برو شاید او قبول بکنه و اونجا درس و تعلیم و تربیت همزمان هستن. این مادر اونجا میرسه و به آن معلم عرض میکنه این فرزند من یتیمه، اینو بپذیر و تربیتش کن تا علم حاصل بکنه و اینو تربیت کن تا بتونه برای اسلام و مسلمین و انسانها خدمتی انجام بده. هنگامی که اون عالم بین درد مادر میبینه قبول میکنه، اما هنگام خداحافظی مادر میگه که جناب استاد این فرزند من یتیمه، بعد از چند روز بیاد یتیم بیاد مادر میفته و میاد نزد تو که به من اجازه بده، با چشم پر از اشک میاد اما بهش اجازه نده، بذار فرزند من در همین محیط ایمانی بمانه، در همین جو و فضای ایمانی تربیت بشه، اگر بیاد با هم سن و سالهاش بازی میکنه از محیط دنیا متاثر میشه و آن نوری که حاصل کرده کمرنگ میگرده و ممکنه سبب محرومیتش باشه، هرگز بهش اجازه ندی، صبر کنه اینجا بمونه تا فرزندم تربیت بشه. این توصیه مادر برای فرزندش در قلب استاد تأثیر گذاشت. بالاخره استاد داشت رو این فرزند گفت مادر تو برو دعا کن، ما هم اینجا تلاش میکنیم. مادر دعا میکرد، این فرزند در تربیت بود، اما چندین دیر نگذشته بود که این طفل اومد با چشمانی پر از اشک، استاد من بیاد مادرم افتادم، به من اجازه بده برم مادر ببینم. استاد از یک طرف چشمه های پر از اشک یتیم میبینه و از یک طرف بیاد توصیه مادر میفته، میگه فرزندم من به تو درس میدم، فردا اگر این درس رو یاد کردی من به تو مرخصی میدم برای یک روز، و درس مشکلی و سختی شاگرد میده.
در دلش این هست که من با اون مادر هم بدقول نشم و این طفل یتیم هم بدون که من به این خاطر مرخصی ندادم که خودش نتونه درس رو یاد بکنه. وقتی که این طفل یتیم نشست برای یاد کردن درس، دید که درس خیلی سخته، اما در خانه مادر یاد گرفته بود و در مدرسه یاد گرفته بود که هر مشکل رو از الله بخواهید، استعینوا بالصبر والصلاة، دو رکعت وضو میگیره، دو رکعت نماز میخونه و دعا میکنه، ربا تو قادر هستی، این درس من به من یاد نمیشه، تو خودت درس اینه من درس منو جای بده، این دعایش و درس رو یاد میکنه. روز بعد وقتی که نزد استاد میاد که استاد درس یاد کردم، استاد میگه تحویل بده درست بخوان، به این فکر که این هرگز نمیتونه اینقدر درس یاد بکنه، اما استاد تعجب میکنه کل این درسها رو این طلبه این یتیم یاد کرده و استاد تحویل داد. حالا عذری برای استاد نمان، گفت فرزندم برو اما فردا زود بیای، دیر نکنی اونجا. فرزند از اینجا حرکت کرد، اومد در خانه مادر رسید، در زد با یه خوشحالی که مادر میبینم. از داخل مادرش پرسید کی هستی؟ گفت منم بایزید. گفت من بایزید کی هستی؟ گفت فرزندت مادر بایزید. گفت من فرزندی به نام بایزید ندارم، من فرزندم رو تحویل داده ام تا زمانی که او کامل نشه از نظر علم و تزکیه اون نزد من بر نمیگرده، تو حتما بایزیدی دیگر هستی، من فرزندی به نام بایزید دم در خونه نمیشناسم تا زمانی که کامل نشه و علم حاصل نکنه. این فرزند مطمئن شد که مادرم در باز نمی کنه، از همینجا برگشت، چشمه های پر از اشک ریزان نزد استاد اومد. استاد پرسید فرزندم زود آمدی؟ که مادر در باز نکرد و گفت که من فرزندی ندارم که قبل از کامل شدن نزد من بیاد. استاد توجه خاصی کردن و اون مادر اشکهاش، گفتن به زبان آسان است اما بر دل این مادر چه میگذرد که فرزندش رو از در خانه برمیگرداند. تا 16 سال این شیر زن صبر میکنه و دعا میکنه و این استاد تلاش میکنه تا اینکه بعد از 16 سال این استاد هنگام سحر است به خواب میبینه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بایزید من کامل شده، اینو مرخص بکن. همین شب میاد میبینه کجای بایزید رو بیدار کنم، تا که در یمین یزید بایزید در دعا مشغوله، میاد دست میزنه رو کتفش و میگه خوش خبری باد، و عمامه خودش رو دستار خودش رو استاد بر سر بایزید میگذاره، میگه فرزندم پیامبر تو رو فراغت تحصیل داده، تو تشریف ببر. اینجا که میاد در میزنه، مادرم این خواب زیبا رو دیده، در رو باز میکنه، میگه کیه؟ میگه بایزیدم. میگه بیا بایزید منی تو، من منتظر همین روز بودم. وقتی که داخل میشه مادر دو رکعت نماز شکر میخونه، میگه ربا من دیگه در دنیا هیچ تمنا و آرزویی ندارم، آخرین آرزوی من همین بود که بایزید من تکمیل باشه. شیر زنان این امت بودن که به این امت چنین هدیه های تقدیم کردن. امروز هم الحمدلله افتخار میکنیم خصوصا بر این جامعه ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها، دانش سرای ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها، که اینجا الحمدلله همراه با علم حاصل نمودن علوم تزکیه هم میشه و انشاءالله این علوم را به خانه ها هم تنها علم نبرن، همزمان با علم تزکیه هم ببرن. اگر ما در خانه گفتیم به فرزندمون یا به کسی دیگر، در همسر خود مادر بگوید، دخترم بگوید فلان امر الله به جا بیار، شاید به جا نیاره، انکار بکنه. اگر با اون روشی که صدر اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن، اونجا زمین فراهم بکنیم، اول زمین هموار میشه، بعد زمین رو آبیاری میکنن، بعد از اون بذر میپاشن، مستقیم گفتن این فلان امر الله است، اونها قبول نمیکنن، زمانی قبول میکنن که اشک و دعا باشه و در هر خانه حلقه تعلیم باشه و در هر خانه از الله گفته بشه و در هر خانه وقت تعلیم مشخص باشه، وقت ذکر درود مشخص باشه، همه با هم نشسته ان چیزی باز. ممکنه روز اول همه افراد ننشینن، تنها مادر یا دختر من تو
خونه باشه، کم کم همه میآیند شروع کنه این وقت وقت درود فرستادن، نشسته همه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، گلدسته های درود از این خونه به مدینه میره و جناب رسول الله جواب اون درودها ها رو میفرسته، این منزل با مدینه منوره مرتبط میشه و این درود به عرش الله میره و از اونجا 10 بار جواب این درود میاد، این خانه با عرش الله متصله، اینجا نغمه زیبای اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و یاد اون آهای پیامبر میکنه که ربا به پیامبری هدیه درود من برسان که برای من گریمی کرد، امتی امتی میکرد اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، در هر خانه نیمروز از هر خانه روزانه این هدیه های درود به پیامبر می روند و با این تصور که این همون پیامبره که برای من امتی امتی می کرد و عشق می ریخت، این همون پیامبره که بر شکم سنگ بسته بود به خاطر این که من جهنم نرم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این همون پیامبر منه که فاطمه رو گرسنگیش تحمل می کرد، که فاطمه با اون که لخت جگر منه، الفاطمه بزعت منی، اما بادر چرا رنگ زرده یا ابت الجوع، بابا من گرسنه ام، این منظره امام الانبیا کوه استقامت نمیتونه تحمل کنه اشکهای فاطمه را و اشکهای پیامبر سرازیر میشن، جبریل میاد الفاطمه سیدت نساء اهل الجنه، حسن حسین اینها پیامبرن فرزندان من چرا گریه میکنن، بابا چیزی نیست که بخورن گرسنه ان، اینجا بود که پیامبر اشکش سرازیر میشه و زبان و گوهر مبارکش رو در دهان حسن و گاهی در دهان حسین میذاره که میمکن، از عرش ندا میاد الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، در هر خونه ذکر و استغفار باشه، در هر خونه وقت تلاوت قرآن مشخص باشه، چه زیباست که در هر خونه یک گوشه بنای مسجد و نمازخانه باشه و هر وقت با اعمال این آباد باشه، هر شیرزن این نیت رو در قلب داشته باشه که ما همه انسانها رو پیام نجات می رسونیم، ما ضعیف و ناتوان اما الله ما قوی و قادر و مقتدره، ما نجات همه بشریت رو می خواهیم، خصوصا اون دختر و زن اروپایی که امروز در بدترین شرایط و پسترین و ذلت بارترین شرایط زندگی می کنه، رب اون خواهر انسانی منه، من او از یک پدر و یک مادریم، اون چقدر زندگیش تلخه، اون چقدر زندگیش ناگواره، اون چقدر زندگیش درد و زجر داره، ربا من به او ایمان تقدیم بکنم، برای این تو خودت اسبابش رو فراهم کن، ایمان بیاره، با عزت عفاف و حیا زندگی بکنه، با عزت و شرافت پرده اسلامی و پوشش اسلامی زندگی بکنه، ربا من تو مسئول کردی که به من توفیق هدیه قرآن دادی تا که اونها رو به سوی تو بیارم، در هر منزل این حلقه های تعلیم تأثیر خوبی دارن، یک شیرزنی در منزل خودش اعمال رو شروع میکنه و برکت این اعمال در خونه تحول میاد، برادری داشت او برای ملاقات نیومد، پیام فرستاد که برادر برای ملاقات بیا، گفت خواهرم شما دیندار شده اید، اهل نماز و دین شده اید، من که دویدونی نماز هم نمیخوانم، من نمیام شما از دین و قیامت گم میزنید، خواهر براش پیام میفرسته که برادر جان بیا صله رحم بکن، ما درباره دین و نماز دا تو گپ نمیزنیم، درباره آخرت گپ نمیزنیم، تو بیا پیش ما، وقتی که برادر میگوید من با این شرط میایم، برادری الله اکبر رب من اور ندا میده که من بزرگم، حی علی الصلاه، بیا بنده من، اما چرا نمیره دایی ما، جعلت قرة عینی فی الصلاه، خنکی چشمان پیامبر ما در نمازه، ربا چرا اینها با نماز خوب نیستن، دایی میاد تو خونه حسب آنچه که مادر گفته بود، کسی باش گپ نمیزونه، بعد وزیرایی میکنن، هنگامی که میخواد از خانه بیرون بره، دم در که میرسه یک بار فریاد میکنه، توبه کردم، توبه، توبه، و عشق میریزه، بعد از اون چنان نماز گذار میشه که هر 5 وقت نماز در صف اول پشت سر امام، این خانه بعد از این میپرسن چی خبر شد؟ گفت به من کسی گپ نزد، اما لحظه ای که در این خانه رفتم، اینجا هر روز فرشته ها میان، هر دران خانه ای که تعلیم هست، ذکر و تلاوت و تسبیح هست، هر روز رحمت الله نازل میشه، می درخش مثل ستاره ها،
انسانی که در هر خونه ای بره اگر اونجا عطر باشه عطرآگین میشه، اگر خدای نکرده در یک خونه بوی بد باشه هر انسان که وارد بشه از اون بوی بد به مشامش میرسه و متاثر میشه. در خونه گرمایش باشه از گرما احساس میکنه. این دل سیاه من میگه وقتی که وارد شدم احساس کردم که داره دگرگون میشه، اون زنگهای دل من دارن شسته میشن، کم کم احساس حیات تو دلم کردم. تو دلم گفتم این بچهای خردسال نماز میخونن، تو شرم و حیا نداری، با خودم تو دلم دارم گم میزنم، تو نماز الله نمیخوانی، تو برای الله سجده نمی کنی. تو دلم این حرفا می اومد، گفتم از خانه بیرون برم زودتر. اما به محض این که دم در رسیدم دیگه صبرم از من کنترل خارج شد و یک بار فریاد بر اومد که توبه، من توبه کردم و الحمدلله الان نمیخوام ربم رو ناراضی کنم، نمیخوام بی نماز زندگی کنم. ما در هر خونه این فضا رو درست کنیم، نیت همه عالم رو داشته باشیم و همه هر خانه ما من یک شعبه از مسجد و مکتب باشه و این مکاتب هدفشون همین است که در هر منزل با اعمال مسجد و هر مسجد با اعمال مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر مرد و زن ولایت نیمروز و هر جا برای همین فکر زندگی کنن که هیچ انسانی جهنم نره. آخرین منطقه افریقا زندگی میکنه، اگر گرسنه ام من احساس کنم که من مقصرم، من در حق اون برادر و خواهرم باید چنان نظمی در دنیا برقرار میکردم که در دنیا هم گرسنه نمیمان. و اگر خدا اینا کرده در معنا فرمانی و کفر اشک من بریزه که رب با اینها رو جهنم نبر، به اینها ایمان نصیب بکن. الله تعالی به همه من توفیق عمل نصیب بفرماین، به امید آن روزی که زود میاد ان شاء الله که درهای هدایت رو رب بمون با کدوم مجاهده، کدوم دختر من یا مادرم که فداکاری میکنه کارهای خانه انجام میده، یا اون دخترم که تمام مسئولیت خودش رو در خانه هم انجام میده و دوباره برای یاد گرفتن علوم نبوت اینجا حاضر میشه. سرما و گرما در هر حال میاد، رحمت الله رو کدوم قدم ها به جوش بیارن و درهای هدایتش رو برای بشریت باز بکنه. الله تعالی به همه من توفیق عمل نصیب بفرماین. الحمد لله رب العالمين. چند جمله دعا میکنیم. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. پروردگارا تو ما رو برای نجات جهانیان فرستادی، برای این هدف ما رو قبول بفرما، هر مادر و خواهر ما رو قبول بفرما، هر زن و مرد این امت رو قبول بفرما. پروردگارا با اسباب قبولیت آراسته بفرما، از اسباب محرومیت حفاظت بفرما. پروردگارا این مدر ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها را این دانشتره مملو از اخلاص بگردان. پروردگارا به طلبه ها و اساتید اخلاصشون رو اضافه بگردان، صفاتشون رو اضافه بگردان و علوم و نبوت قرآن سینه هاشون رو منور بگردان. اینها رو آفتاب هدایت برای جهانیان قرار بده، نور علم از اینجا به تمام نقاط جهان برسان. پروردگارا اساتید و بانیان و تمام افرادی که با این مدرسه تعلق دارن در اخلاصش به افزا، در توفیقاتشان به افزا، در مال و جان و دین و دنیایشون برکات عطا بفرما. پروردگارا این جمع هر تمنایی که داره از خزانه های غیب بهشون عطا بفرما. تمام بیماران رو شفا نصیب بفرما، مقروضه ها رو قرضه هاشون رو ادا بفرما، بی روزی ها رو رزق حلال و با برکت عطا بفرما، رزق این شهر رو با برکت بگردان و تمام کشور رو رزقش رو پر خیر و برکت بگردان. پروردگارا چنان سفره رزق رو در این کشور بگشا که از جهای دیگر دنیا بیان برای حاصل کردن رزق اینجا، اینها رو نیازمند نکن برای رزقشون جای دیگر برن. یا الله تو رو ما پاس اون خون شهدا میدیم که پروردگار با اسباب قبولیت هر فرد این مملکت رو قبول بفرما، رزق معنوی رو اینجا فراهم بگردان. پروردگارا بی اولادان رو اولاد نیک صالح عطا بفرما، اولاد رو نیک صالح بفرما، سالم و مصلح بگردان، خنکی چشمان پدر و مادر بگردان، مطیع زاد با برکت خودت بگردان. کسانی که به سن ازدواج رسیده اند زمینه ازدواج رو براشون فراهم بگردان، ازدواجها رو حسب سنت و آسان بگردان. پروردگارا عاقبت ما رو بخیر بگردان، عاقبت ما رو بخیر بگردان، عاقبت ما رو بخیر بگردان.
جان تمام گذشتگان ما رو مغفرت بفرما، قبرهاشون رو باغ بهشت بگردان، روحهاشون رو شادمان بگردان. پروردگارا هر خیری که امام الانبیا طلبیده به ما عطا بفرما. این جمع مبارک هر چی دردی که تو سینه هاشون دارن دردهاشون رو دوا بفرما و هر خواسته اینی که دارن از خزانه های غیب بهشون عطا بفرما. و صلی الله تعالی علی النبی الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. دست گلدسته درود ما رو بر روح پرفتوه رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان و بوسیدن دسته هاش رو در میدان محشر به ما عطا بفرما و جنت الفردوس همسایگیشون رو به ما عطا بفرما. و صلی الله تعالی علی النبی الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. آمین 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 برحمت.